به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه که امروز تقدیمتان میگردد باز هم از رشت یا غرم، و البته در مورد غرم دو برنامه داشتیم و قبل از آن هم برنامه های گوناگون دیگر در نامه ها از ناحیه ها، ولی چون قبل از سفر امام علی رحمانوف بود و دیدیم که چند معلوماتی هم در این مورد تقدیمتان گردید، دو برنامه خاصتا قبل از آمدن رحمانوف و امروز هم که رحمانوف به ناحیه رشت سفر نمود و در آنجا صحبت های داشت، و این برنامه مخصوصی انا همان رشت است و عنوانش را گذاشتیم ایقا مبلغ وزیر ده میبریم، ایقا شه رئیس ناحیه ده، ایقا دیگه شه خودمون میخریم. دقیقا بینندگان گرامی، اگر چندی از زبانی ادبی تاجیکی کار نگرفتیم در گذاشتنی سر مقاله یا اینکه عنوان برنامه، اما گویش مردمی رشت یا غرم دقیقا با چنین شیواست و خواستیم که دقیقا با آنچی میگویند آن مردم نام برنامه را نیز گذاریم. بیننده عزیز و گرامی، براستی دلم به حال و حالتی امروزه ناحیه رشت می سوزد، چون که ناحیه در دستی بیسوادان و جاهلان، دزدان و غارتگران افتاده است. ایدیا و زرینه رئیس ناحیه رشت یک شخصی بیسواد است. در بارش شرح بسیار نمی دهم، چون که در بارش نه یک بار برنامه کرده اید. من حیران هستم که چگونه و با کدام راه این بیسواد به این وظیفه تعیین شده است. در شرح حال این رئیسه، او را داننده زبانهای خارجی نوشتند، از جمله زبان روسی نوشته شده است که یگان روس زبان سر راهش برایت نمیداند که خودش را در کجا زند و پنهان کند. اصلا من طرفدار آن نیستم که متخصصان وطنی حتما زباندان باشند. بیگذار زباندان نباشند، اما کاردان باید باشند. در همان ساحه کار میکرده خودش این بهتر است. رئیس جماعت، برخی مقامدارانی بخشای محلی، زباندانی آنها چی به درد ما میخورد؟ بله، واقعا هم درست میگوید، چنانه که در برنامه ها و صحبت های سفرهای رحمانوف میدیدیم در مورد روزی دانش هم صحبت کرد که بسیار به زباندانی تأکیدی زیاد نمود، در حال هیچ کس مخالف زبان آموزی نیست، اما برای متخصصان و افرادی که همان ساحه های مربوط خودشان را دارند، بگذار متخصص ساحه خودشان باشند، ولی در مورد زباندانی این چیزی نیست که اگر شخص زباندان باشد او گویا کاردان یا متخصص همان ساحه می شود. زبان دانستن کاری دیگر است و متخصص بودن کاری دیگر. و بدید امروز کسی زبان نمی داند از فرودگاه تاجیکستان بیرون رفته نمی تواند، از رای آن چکار میکند؟ تمامی تکنولوژی که دنیا در اختراع شده است آده است به کدام زبان است؟ چگونه اداره میکنی؟ یعنی امروز ساحه معارف و علم کشور از سطح رشد رقم کنان جهانی قفا مانده است. من براستی این کار و رفتار کردار ایده و زرینه را میشنوم بسیار غمگین میشوم، چون که عموما دانش و ملکه و مهارت راهبری ندارد. در مهدی ناحیه رشت عموما شخصی با سواد نمانده است که کار کند. اگر به شمار مانده باشد هم عموما صدایشان را یگان کس نمیشنود و اهمیت هم ندارند سخنانشان در ناحیه، چون که قوت دانا همه از خونی جگر میبینم دقیقا به این ناحیه رشت امروزها درست آمده است. ایده و زرینه رئیس ناحیه شد و در حال کادرهای به طبع دل خودش را که عموما سواد ندارند در اطرافش جمع نمود، چون که راهبر اگر به سواد باشد در اطرافش به سوادتر از خودش را میپذیرد. سخن را دراز نمی کنیم، درباره بعضی از کادرها معلومات پیشنهاد می کنیم، شاید راهبریت بالایی کشور یگان خلاصه برآورند. یکم، رئیس دستگاه شخص با نام عادل را تعیین نمود که هیچ یگان تصورات ندارد در این وظیفه اصلا شخصی باید کار کند که با تجربه و با سواد و سیاست مدار باشد، که تواند با راهبران مقامات تعیین کرده اشان صحبت کرده تواند و آنها را فهمد و آنها نیز او را فهمند. متاسفانه برعکس همه این نشان دادهاست این شخص. دوم، سرمحاسب محمد
محمد جانوف سیدالله. باور کنید یا نه، تماما تصورات درباره محاسبات ندارد و چی بودن بوغاتر را نمیداند. افسوس که به ایده وزرینه همین گونه شخص در محاسباتش در کار و لازم است. برای همین شخص های لایق وظیفه بوده را به کار نگرفته، این بیچاره بدانش را به کار گرفته است، تا اینکه هر شوری موری کردنی است این بی سواد آن کارها را انجام دهد. با همین مانند همه کادرهایش بی سواد و جاهل مثل خودش می باشند. یک معاونش مرادوف بختیار با سواد بود که با ایده و زرینه درست نگرفت و کار را بس کرده است و بجایش دیرکتور کالج تیبی جانانزاده محمد ایسا را آورده است که مثل خودی ایده و زرینه می باشد. ایدی بگزاده سید بگ معاون رئیس ناحیه، شریف و هندلا معاون یکم رئیس ناحیه و ویلا. یک معاون دیگرش زن می باشد که معلمه صنف ابتدایی با تجربه ناچیزی کاری می باشد. یک و یک باره با وظیفه معاون رئیس ناحیه تعینش کردند که عموماً دانش و ملکه و مهارتی کاری ندارد و همین مانند همه اش باور کنید بدانشند. حیران میمانیم که آینده این ناحیه چی می شده باشد. این کادرها نه در غم خلقند و نه در غم دولت و ملت، تنها در غم خودشان هستند که از کجا دزدی و حرام خوری کرده گردند. رئیس ایده و عموماً در خصه آبادی این ناحیه نیست، راه میکوبد که از کجا قپو چنگ کنم و بخورم. یا چنونه که غرمی ها میگویند یکون گوری که ننیست که علاوش بزنیم یکون چیز بخریم. حاضره تجارت ایده و زرینه چرخان کنی دیه ها با بطریه های آفتابی به طور مجبوری رفته استاده است که در کجای یک چراغک که آفتابی به صفت هست برای نصب یک سیمچوب با پروژکتور آفتابیش از 1500 سومانی بالا می باشد. در جان مردمان دیه ها باور کنید زدگی است به این تجارتش زرینه. با صفت باشند که مایلش روشنی می دهند برای ما فایده است، اما در بعضی از دهه ها شبانه میگذری روشنایی نمیدهند، چنانه که میگویند به مانند چشم شیطان است. راستی حیران میمونی که از کدام کمبودی های اینها گپ را سر کنی. از عطایا همه اش کمبودی، از همه تشویش آورش این است که یگان کادری با سواد را ایده و زرینه کار نمیگیرد. کادرهای را کار میگیرد که سطح فهمیششان از فهمیش ایده و زرینه پایان تر بلکه با نال برابر است. یکی از ساحه های مهم حیات انسانیت این مکتب و علم و معارف می باشد که متاسفانه سالهای اخیر همین مقامات معارف ناحیه کادری لایق وظیفه را نیافته استاده است. تمام این سمت مقامات یعنی معارف فساد و فلج گشته است. یک شخص با نام بازاروف شهاب‌الدین را مدیر معارف تعیین کرده است که از بودن چنین وزیر معارف یا چنین رئیس معارف نبودنش خوبتر است، چون که سخنش در نسکی پایش نمیگذارد کجا رسد به معارف و علم و فناوری و آن چیزی که در مورد علم و معارف می رود. اگر چنین نباشد رفیق بازاروف دیرکتوری مکتب شماره یک را در حال عوض کن، چون که این دخترچه ماندگیتان همه را رسا و به بدترین زینه آورده رسانده است. نه درس است و نه تعلیم و نه تربیه در این مکتب. دیگر مکتب ها هم دقیقاً در چنین وضعیت قرار دارند، اما برای این را مشخص کردن باید پدران و مادران به اصلاح نویسند تا اینکه آنها را نیز کشف نماییم و برای حکومت و مقامات رسانیم تا عوض شوند و ساحه معارف و تعلیم و تربیه به یک شکل خوب عوض یابد. باور کنید اگر ما تعلیم و تربیه نسل نورسمان را در باغچه و مکتب ها خوب براه مانیم، وای بر حال این ملت و این دولت که آینده چی می شود. با الله یکتا قسم که دلم به حالت امروزه ناحیه رشت پرخون است. افسوس که ناحیه در دست توده اوباشان غلطیده است. رئیسی ریاست مالیه رشت بلزاده خورسند دولتیار، معاونش دولت و سهراب، محاسبش علی شیر و دیگر کارگرانانش نفرانی هستند که نواسته از آنه که چند مراتبه به برنامه نامه ها از ناحیه ها عاید فعالیتی کاری این حرامخورها معلومات داده شده بود، باز حرامخوریشان را دوچند کرده دوام داده استادند. برنامه نامه ها از ناحیه ها شماره 100 را نظر کنید، همش آورده شدند. آن وقت دوری رئیسی نبیزاده رحیم جان مقیمی بود، عین زمان جای خورسند را محاسبش علی شیر نام شخص همدیهی ایدی وزرینه و هم سیمفی دادرش است. دو دارد که
اشغال نماید. اما در این برابر معاونش دولت و سهراب هم این مکتب را غایبانه خوانده است و بچه جوان است. دو دارد تا جای خرسند را گیرد. این حرامخورها همه کارمندان ریاست مالیه نهایه رشت تا از کار افتادگان 10% مبلغ میگذراندگی را نگیرند، مبلغ های کارخانه ها را نمیگذرانند. این را از دل خواه شخص که با مبلغ های بودجوی کار میکنند پرسید تصدیق میکنند. اگر گویی که چرا چنین کار میکنید، میگویند که ایخا مبلغ را وزیر دمیبریم، یک مقدارش را رئیس نهایه دمیبریم، ایخا دیگرش خودمون میخریم با کرپسیا ملیسه پراکراتورا و کگبی. خب چنانه که نامی برنامه را نیز از این سخن گذاشتیم. باور کنید همه این کارمندان باید از ریشه پاک کرده شوند که جان مردم بلب آمد و واقعا در بدترین وضعیت قرار دارند. اگر خواسته باشد مردم ناحیه آسایشته باشند، پس این کار را باید حکومت کشور انجام دهد. برای مثال 1000 سومانی در صورت حساب یگان مغازه برای خرید دلخواه محصولات گذرانی، وقتی می روی مغازه می خواهی خرید کنی، می گوید 10% حق مالیه. دولت و سوراب می بیاید می گیرد 13-15% حق خودم. بینید که اگر از 1000 سومانی 25% را یعنی 250 سومانیش را قبیده گیرند، در چه حالت آورده می رسانند وضع مالیوی کارخانه ها را. در اداره نظرات انداز باشد، در دوره رئیسی نبیزاده رحیمجان مقیمی، نوروف عبدالله قل محمدویش کار میکرد که یک شخص حرام خور بود. ایده وزرینه آمد و در حال از کار آزاد کرد و بجایش محمدیف آیت الله امرولایویش را تعیین نمود که از آن حرام خورتر است، از او بدتر است و بهتر نیست. این نفر عین زمان آدمی باورینا که رئیس ناحیه می باشد. این شخص در دوره راهبری ایدی فاروق فوزل شایویش که برادری کلانی ایدی وزرینه می باشد معاون شده کار میکرد. یک وقت فاروق با معاونش آیت الله سخت جنجال شدند. باز با کدام راه و وسیله با هم بسازیش آمدند. محمدیف آیت الله سردار اداره نظرات انداز ناحیه رشت سوادی کامل ندارد. مکتب عالی را غایبانه ختم نموده است، اما در رسیدن به های اعلی را میگیرد. وقتی فاروق سردار نظرات انداز رشت بود، عین زمان انداز نورآباد یک انسانی معامله اش با مردم خوب بود. وقتی محمدیف آیت الله را با معاونی قبول کرد، بر سر مردم ظلم کردن را سر کرد. محمدیف آیت الله با جادوگرها اعتقاد خوب دارد. اگر کمی در کارش یگان کس سر راهش شود، در حال نزد جادوگرهایش می رود، گرمی خنکی را سر می کند. می گوید این کار پیشوا از پیشوا 33 سال است با جادوگرها همکاری داشته و آیله او در قدرت است، پس من هم باید چنین کار را کنم. حاضر نظارت تمام فعالیت کاری مهدی رشت را آیت الله می برد. گفتنی هستم که تو از عهده کار خودت برا، با کارهای دیگران دخالت نکن. هر کس کار خودش را کند. تو از خفای اجرای نقشه های جمع‌آوری مبلغ های بودجوی شو. تو اختصاص چی است نمیدونم، فکر نمیکنم که ساختمانچی باشی، لیکن میبینم ساختمان ها را همه کار در ناحیه شده ایستاده است، رفته دخالت میکند. از این پس چاپلوسی و لگن برداری را یک طرف مان و کار خودت را کن. به همین مانند بیمارخانه مرکزی ناحیه است، نه سر دارد نه سامان. سر دکتر صالحوف نصرالدین میباشد که از عهده کار به خوبی نمیبرد. رئیس حزب خلق دموکراتی در ناحیه رشت سید زاده مبارز با پیشنهاد ایدی وزرینه تعیین شده است که وای بر حال فعالیت این حزب خلق دموکراتی در ناحیه رشت. ایدی وزرینه در تمام سمت ها کادرهای ناموافق را به کار گرفته است که عاقبت این ناحیه از دست زرینه و ایران و ولنگار میگردد. من راستی سالهای اخیر درباره دو نفر که تمام کارهای ساختمانی ناحیه رشت را همین ها میگیرند پرسجو کردم تا فهمم که این فران را کی دستگیری میکند و در آخر الحمدلله که پیدایشان نمودم. محسن و عارف زادگان ناحیه رشت، جماعت دهات نودی، دهه نودی. فکر نمیکنم که این دو نفر صاحب معلومات باشد. تا جای پرسیدم سالهای پیش در روسیه با میون روی و پس ردنیک در ساختمان ها کار میکردند. با کدام سبب های ترک روسیه کردند؟ نخواد که در ناحیه رشت به غیر از همین دو نفر محسن و عارف شخصان نباشند که از عهده همین گونه کارها برایند. با گفته اینها را ریششو وزنین بوده است. محمدجانوف، سید احمد، آدینا محمدویچ، سابق رزمنده سرسخت‌ترین مخالفین، عین زمان کارمند وزارت کارهای داخلی که این دو نفر دیگران را راه نمی‌دهند. سید احمد ای بس کی به همه کار تو دخالت کنی. از روی دخالت تو چندین نفران پشت پنجره زندان ها رفتند و چند نفر زیر خاک. حالا هم تو از خون ناحق رزاندن سر نشده
کرده ای. اگر دستگیری این دو نفر را بس نمیکنه، در باره خودت از دوره مکتبیت تا میدوچیلیش تا مخالف و با پاسبانی ای طالب و تا حاضر قصه هایت را آشکار میکنیم که تو در اصل چی کار هستی. شریف و عبید، رئیسی کانی کمراب، فرعونی زمانی، جاهلترین آدمی ناحیه رشت می باشد. از زمین خودمان، از کوههای خودمان انگشت را استخراج می کند. عین زمان یک تن انگشت سنگ را 2000 سومانی می فروشد که خون مردم را مکیده ایستاده است. مردم از کجا می یابد این قدر مبلغ که ظلم را بالای مردم و بار آورده ای؟ برای چی با ساحه های بوجوی به نزد کارگاهش 800 سومانی آورده می رسانی؟ با ماشین های خودتو با مردم 2000 سومانی می فروشی؟ از الله نمی ترسی عبید؟ این تاجران ما را اگر سلگوی کلمه آرند. دلیر جمعه وزیر انرژیتیک تاجیکستان گفت که برای زمستان گذرانی انگشت ذخیره کنید. انا بینید که چی قدر ظلم بالای مردم آورد این انگشت فروشان. از حاضر نرخی بختش را 1800 تا 2000 سومانی بالا بردن که تا آخر تیرماه الله دانا 3000 سومانی ممکن رسد. الله خانه تا بدود غم سوزد عبید با این ظلم هایی که با مردم رشت میکنی. از مسئولین کانهای تاجیکستان خواهش کرده میشود که آید نرگزاری انگشت با احالی بیطرف نباشند، چون که همین کان انگشت کمراب با تمامی خراجات هایی در نظر داشته شده 370 سومانی یا 440 سومانی را تشکیل میدهد که در این فایده عبید میدراید. اما عبید بجای آنی که 440 سومانی فروشد، بعضی از راننده ها میگویند که از همان بالا اگر خرم انگشت بختگی 1000 تا 1200 سومانی برای یک تانه میگیرد. رئیس پیشینه کن انگشت کمراب مراد بود که برای مردم مناسب و سازگار بود، مردم را با نرخ‌های دسترس یعنی از او میخریدند. آبی ظلم را بالای مردم بس کن و نفست را پایان تر بر، اگر نه از خدا خفه شو. مقصد این مطلبی که با اصلاح روان کردیم مقامات های بالایی از حالی کنونی مردم و کارمندانی مقاماتی محلیشان آگاه باشند. برای نمیشه به قرض میکنی چکو منی مگرم بگیری؟ برای که خونه در گوده که مایده وای آزی همون دو تون سه تونم خیلی میگیرین خیلی بسا با زمیستون های زمیستون های کاتا باشو کمی روا. در سالهای پیش همه آدم های دانشمند و کاردان و با مهارت کار میکردن. اینجا در باره راننده ایدی و زرینه حاجی آیت الله رحمت لایویچ کمی معلومات دادنیم. این راننده به ایدی زاده زرینه خاله بچه میباشد. شخصی است که به همه کارها دخالت میکند. اگر شخصی در مهدی رشت به کار درآید، حتما باید با این راننده جاهل و نادان صحبت کند. اگر مصلحت ها پختند تو کار نمیدروی، اگر نه در کار قبولت نمیکند. گوییم این حاضر کیسه یا کشلیوکی ایدیه و زرینه است. در باره نور و فردوس خل محمدویچ از شل برنامه کردید و کارمند آقا خان نبود، کارمند OBC بود. سالیانی دراز 20 سال زیاد، اما با سبب اختصار شدن عین زمان در روسیه می باشد و گویا با تجارت مشغول است. طرف خانه داشته است. کریموف امید رئیسی جوانانی ناحیهش هم بیچاره یک آدم بدانش است. در باره ایدیزاده فوزیلشاه برادر زرینه وکیل مجلس نمایندگان گفتنیم که ایدی فاروق فوزیلشاهویچ برادر زرینه رئیسی نظرات اندازی رشت و برادر دیگرش ایدی فیروز فوزیلشاهویچ سردار فروش برق ناحیه رشت می باشد. دقت دهید که در ما هم رئیس اولادی کار دارد. تنها رحمان و وایلش را در اطراف جمع نکرده و هم محلهایش را در مقامات مهم گذاشته است و دوران دارد. در ما هم چنین وجود دارد. آیا یگان نفری هست که به این مسئله دخالت کند؟ در آخر چی گفتنیم؟ در آخر گفتنیم که شنویدیم رحمانوف برشت می آمده است. من نمیگویم که نه آید. بیاید و با کارمندان حکومت ناحیه رشت علاهیده صحبت گذارانده سواد و فهمیش و ترجمه حال آنها را بسنجد که آنها با مقام و وظیفه گرفتهشان موافق هستند یا نه. اگر با ما غرمی ها خصومت نداشته باشد، امامی رحمانوف حتما این کار را انجام دهد. اکنون بیننده گرامی، چنانه که آگاهی داریم امام علی رحمانوف به رشت آمد و در آنجا خوب بعضی از دیدنهای انجام داد و پس از آن رفت به نورآباد. طبق معلومات هایی که از کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی به اصلاح رسید که دقیقا چند دقیقه قبل از وشکه کردن این برنامه رشت بود، گویا امام علی رحمانوف در ناحیه نورآباد گفته است به نورآبادی ها که چی گپ شده باشد، چرا من با شما چی بدی کردم که یعنی در خوجند با من پکوشینی کردن. گویا که در خوجند کدام از نورآبادی ها
با امالی رحمانوف پکوشینی کردنی بوده است و کمیته دولتی امنیت ملی او را بازداشت نموده است. البته این خبر را تا به حال کسی تصدیق و یا تکذیب نکرده است. همین را باید یعنی برایتان بگویم که همه آن چیزی که میگذرد حتما سپکتکل است و یا اینکه نمیدونیم باز هم چی گوییم، اما حتما در یا نزدیک ماجرا و آن چیزی که در قضیه نورآباد یا اینکه گفته رحمانوف حتما رسانه‌ای میشود و این از وشکه که من دارم در تاریخ 11 هم دقیقا یعنی بعد از ظهری سفر رحمانوف به رشت و نورآباد بود. البته باز در آینده معلومات های بیشتری تقدیمتان میگردد. اکنون بینندگان گرامی، بنابر معلومات های آخری رسیده، حاضر 7500 طلبه از 14 جماعت ناحیه مشرافکه میروند. 17 سپرینتر به همه جماعت ها وابسته کرده گیند. دیرکتران مکتب ها از مهاجران درخواست سوم کرده ایستادند که در هر مکتب 4 معلمی به این مشرافکه وابسته شده را پول عبیدشان را دهند و همین طور برای سر معلم 50 و به سر طلبه 15 سومونی. این پول برای آب و بلوچکه طلبه ها و بنزینی سپرینتر ها صرف می شده است. خلاصه همه روزا مکتب ها برای این مارشرافکا 1250 سومونی رسخات دارند تا مارشرافکا تمام شود پیش و بیاید و رود. یا الله پاک، دعاهای ما مردم نفقه خور و مردم مهاجر را قبول فرما و ورتلات رحمانوف را مثل ورتلات پرزیدنت ایران رئیسی دوچاری فلاکت گردان. آمین یا رب العالمین. و آخرین خبر این است که هنوز ابله و سر نشده از تمام پدر و مادری جوانی سینی دعوت نابسته از که وای عسکری می رود یا از سراشکا می گیرد 4500 سومونی در رشت گرفته ایستادن. گفته می شود که از نوک همین مبلغ جمع می آمده یا قسم خراجاتی آمدن رحمانوف برشت را می پوشندن. خلاصه قسم این مبلغ برای سفر رحمانوف برشت صرف کرده می شده است. بیننده عزیز و گرامی، در مورد شل مطلب داشتیم. البته درسترش تقریبا دو مطلب یا دو برنامه و از برآمد فردوس نوروف در مسکو که همه خواندید و برنامه را هم دیدید، این برنامه بدون شل با پایان نمیرسونیم آن را. پس از نشر این مطلب و برنامهش در اصلاح، بینندگان گرامی، خیلی مردم از شل از دیگر مناطق رشت نوشتند و از آنچه در شل و در عموم رشت میگذرد به اصلاح گفتند. طبق معلومات رسیده که توسط برنامه منبر مهاجر شماره 288 هم آگاه گشتند که ما از برای مارشرافکا آمدن به مرکز ناحیه رشت 6 نفر در صدمه دچار شده هلاک گشتند، یک معلم و 5 دانشجو. اما زرینه ایدیه و همه را آگاه کرده است که نباید از این حادثه هیچ رسانه آگاه گردد که با آمدن پیشوای ملت تأثیری منفی میرساند. حتی پدر و مادران اعتراض کرده بودند. با فرمان رئیس ناحیه رشت زرینه ایدیه و بازداشت شدند. توسط مقامات انتظامی ناحیه کار به این حد هم رسیده است که برای سفر خدمتی امام رحمانوف و استقبال او شهروندان میمیرند، ولی باید خاموش باشند تا طبیعت اعلی حضرت خراب نکردد. الله لعنت کنه رحمانو با این سفرهای ضرر رساند. آی با خدا کرد پیش آی رفتان از جوارم 6 نفر هم تبلوری بگی جو 3 تا طلبه ای کاره سرخون، 2 تا طلبه های معلوم از اینچ کبود بود. در غرم پیش آی رفتان رحمانو که 11 هم بود غرم برا با باری این آوری اینکتیر سواد نیم بگیم خواه سید تا طلبه ای خلای سر دوتا طلبه و یا معلم ای توچ خوبو در حولتی مرشیون که وقتی در افتوبوس میروان در این افتوبوس چکل وی میگونه چکو میتنه کرو چی میم برا دوتا شب برکای فیلم دختاری سن فیوزه هم والا هم نمیدون چکلی ای هم عبید نشچی ای که در مدارو شما بردان مختم کردن که دیگم برحمانو فی نرسطو بر رفتانی برحمانو فا در مدارو شما زده جد بگیم. یعنی که ای قرآن سرخی غرم و از تاجکابو، درست؟ بله. یعنی که برای مارشیروف که رفتن ماشین چپش دست مردن، درست؟ الله علم، یو چپش دست یو درمی شدم اوندگی های کروچی همی منم کروچی ای بای فهمیدم خبیون از اینکه با گفت که اونا شما یک ای آدمای بگیر دستاویر نیخدم نگیم آدمای حیاتی که بخید در موشین رفت حساب دیم طرف دوشن بی شوفیر شوفیر یا متاکسی ای گرمه گفت کتی پدرش صحبت داشتن بسی بکنم
کی مقصد نه مقصد پیش پیش میکنه چنین خود مرد مقصد کی پاک جنوبی اولی گیو نمیدونه و دونه ای دیره و ای کس کرم زدگی پاده نالد به پراوان خیلی خیلی خلاصه مقصد اوائی دوستانده بگیم میگن چخ چخ دوستان که کی مقصد شش کرد مرد اوف مانه که فهمیدن که دوت طلبه و یا محلی مای توچکو بوده یا سه تا طلبه ای وای ای خلای سرخی و الله عالم که ای شیل اولی اینفرماسه کرو چند که کارو کنده ای روف نفهمیدم اکی زنه گم کنیم به هاو خوب ای غرم شا ای غرم شا میتونیم فهمیدم او باقی باره ای غرم فهمیدم درن ای غرم بود مردم بودا که گریه دوستان که خوکا سوز نفهمیدم این چی ای سه تا خلوص ای شل ای یا معلم بده طلبه ای تو چکو بود یا که کرو چی بار اکس من بنا همه خیلی خلوصه مردن و ای همه عبید نشمی ای که وایش کرده گیم و در مورد زدیر زد کرده دیگر که تو رفتانی رحم روپا اینه شنوان بیننده گرامی در وضعیت شل بعضا معلومات های جانبی داده بودیم و از آنها آگاهید. اخیرا به اصلاح چنین معلومات رسید که پس از نشر برنامه هم سیمفانی خال نظر و شاه نظر در گروه های واتساپی او را با مزاح و مسخره گرفته و خواهش کردند که گپ زند پس از آن چی نشر شد و از خودش درک دهد، اما شاه نظر کاملا در خاموشی مطلق به سر میبرد و هیچ صدایی از شاه نظر نمیبراید. امیدوارم که دیگر صدایش در حمایت رحمانوف و این رژیم نبراید و هزاران بار خاموشیش اولاتر است از حمایت این ظالم. طبق معلومات رسیده از منبع موثق اصلاح در ناحیه رشت در مورد فردوس نوروف و علت حمایت شدید نمودن از امام علی رحمانوف و رژیم او، فشارهایی که با او در شهرک غرب مقامات آوردن بوده است. فردوس داننده خوبی زبان انگلیسی و روسی بوده و کارمندی سابق OBSE بوده است. اینچنین کورس‌های زبان آموزی انگلیسی هم در رشت داشته است که زندگیش را توسط آن پیدا می‌کرده است. اما مقامات او را فشار آوردند، چنان همه را فشار می‌آورند تا از او چیزی کار کنند یا چنان می‌گویند چیزی کنده گیرند و یا فرار کند. با او نیز چنین کردند. فردوس نوروف با مسکو آمد و تنها همین کاری رسترانش میموند و تمام. با او کسی مشورت میدید که یکانه کار میتواند کند که او را در چشم مقامات سفید میکند این حمایتی خیلی خوب و ماهرانه انجام دهد در عرفه سفر رحمانوف به غرب و این سبب میگردد که دیگر مقامات او را چیزی نگویند و او آزادانه پس از این برامدهای حمایتی از رحمانوف به غرب برمیگردد و کارهایش را ادامه دهد. اینچنین با او مشورت میدید که کوشش کند افراد را دعوت کند به رستورانش در سخنرانیش که آن را به اصلاح رسانند و آن نشر شود، چون که آنچه در اصلاح نشر می شود حتما نفران اول کشور آن را می بینند و تز فردوس مشهور می گردد. چنان نقشه کشیده بودند دقیقا آن کار هم شد، اما چنان در نوار شاهد بودید بیچاره فردوس نوروف حتی نام یتیموف را که سید مومین است سید مراد یتیموف می گوید. این دلالت از آن می کند که بیچاره فردوس اصلا نبز است نه گمشته مقامات، تنها با این راه می خواهد خود را سرسپرده به رژیم نشان دهد. بله خوب فردوس نوروف اونجی پروژه کشیده بودی که در اصلاح نشر شود و افراد زیادی را دعوت نمودی تو اینکه تو را ثبت نمایند و حتی خودت هم در همون صحبتت گفتگی هستی که حالی این صحبت ما را میرسونند به اصلاح، یعنی این تاکتیکی بود تو اینکه تو تستر مشهور شوی و ما نیز اون کار را کردیم. ولی فراموش نکن که اونچی که فکر داری رحمانوف هرگز به هیچ کسی وفا نکرده است و به تو نیز هرگز وفا نخواهد کرد. معلومات دیگری از شور با ما رسید. چنان نمیدونم رژیم کنونی خیلی نفرت به مساجد دارد و منطقه شل هم از دست این ظالمان امین نمانده است. در شل دو مسجد عمل میکرد که مقامات هر دو را به چایخانه تبدیل دادند و شرط گذاشتند که اگر خواهش داشته باشید خودتان از نو مسجد سازید، ولی این دو مسجد به چایخانه تبدیل مییابد. در این میان دو نفر تاجری شلی، یکی حاجی رسولی
و دیگر حاجی جورابه که از شخصیت های نامدار این منطقه به شمار می روند. تصمیم گرفتند دو مسجد می سازند و این کار را نیز انجام دادند. اینچنین این دو تاجر با جلب دیگر تاجران به مانند رحیم غرمی منفرش کنانی راه شل و فرودگاه را که حدود 2 کیلومتر راه را منفرش نمودند. در روند ساختمانی مساجد جدید و منفرش کنانی راه مقامات اجرایی حکومت رشت این کارها را به نام پیشوای ملت ربط می دهند و در تمام نوارهایی که جریان این کارها ثبت می شد همه این کارها را با هدایات و دستور پیشوای ملت ربط می دادند. صاحب کاران وطن دوست ناحیه رشت در پرتو دستور و هدایت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت سرعت بخشیدن کارهای آبادانی و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در بنیاد مؤسسه های تعلیمی تعمیر و اسفالت پوش کردن راه های ماشینگرد محلی و ساختمان ده ها انشاد حیاتن مهم خواجگی خلق سهم ارزنده خود را می گذارند. در حالی که با اعتراف مردم منطقه خدمتی پیشوا تنها یک تکنیکی که اسفالت را رشد میکند بوده است. در حال سوزشواری این تکنیک را هم مردم محل پرداخت نموده بودند نه حکومت ناحیه. این مسئله را برای آن گفته استادیم که حتما با همه این آبادکاری های در منطقه صورت میگیرد در وسایط اخبار عامه با پیشوا ربطشان میدهند و از او اظهار سپاس میکنند. چنان فردوس نوروف پیشروی دهات شور را با پیشوا ربط میدهد. در حال پیشوا جز ظلم و ستم و آزار و اذیت در منطقه و دیگر مناطق هیچ کاری خیری انجام نداده است. نمونه نمایانش خود همین بیچاره فردوس نوروف است که برای برگشت به غرم از دوری های دور از مسکو خودش را شیرین دارد و پیروی پیشوا خود را معرفی دارد تا با ستیه معروفی پیشوا زندانی نشود. ستیه 307 یا ستیه عزیزموی گزید خونه. بله فعلا ساکنان شل به نارسایی آب روبرویند و تصمیم گرفتند که تقریبا حدود 2 کیلومتر راه با بالای کوه راه سازند و توانند با تکنیکه با بالای کوه برامده آب در آن بالا قرار داشته را که فعلا به دو ده هم می رود خزناق با دیگر گفتند یعنی به شل هم آن را رسانند. این آب برای زراعتی است. چنانه در برنامه اخبار در مورد آبیاری ساکنان از 35 کیلومتر خبر داده بودند که آن آبی نوشاکی برای آشامیدن است. البته چنانه در اخبار شنیدید که آن 35 کیلومتر که گفتند آن برای نوشاکی یا برای آشامیدن. ساختمان خطی آبی نوشاکی اساسا برای تامین احتیاجات اهالی دهه شل جماعت دهات بنوی نصرت لومرسون در روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد شده استوده است. تقریبا 35 کیلومتر در روز دوران مقصد ما که همین سخنرانی پیشوای معظم ملت پیوسته کوشش می‌نماید که ما جوانان به همین آبادکاری سازندگی و راهسازی آبیاری و آبادی مشغول شویم. دو برنامه در مورد غرم نتیجهش بیننده گرامی همین شد که توانستیم اسم کثیفی امام علی رحمانوف را در کوه ننویسند و تنها نوشتند تاجیکستان با پیش. الحمدلله این همکاری خیره بود که پیش آن را گرفتیم. در آخر همین را باید بیافزاییم که معلوماتی خیلی زیاد از شل و اصلاح رسیده است که در برنامه های آینده تقدیمتون می نماییم. البته پس از سفر نحسی بچه مریم باز معلوماتی بیشتر تقدیمی شما خواهیم نمود. البته بینندگان گرامی ما تا آمدن رحمانوف این را باید نشر میکردیم یعنی که نوارش را، اما خوب دیگر بعضی از معلومات های بود که آنها باید دقیق میشدن آن را گذاشتیم تا به پس از سفر رحمانوف، ولی مهم نشر شدن و آنچه که در غرم و در منطقه های دیگر چون شل میگذرد همین بود و الحمدلله ما در خدمت شما قرار داریم و الحمدلله اگر کسی گوید که اصلاح چه کار کرد از دوره قناعت شاه لایق زاده و مقیمی و این زرینه هر کار داریم جنایت های بردوام این مقامات رشت را همیشه رسانه‌ای کردیم که این دلالت از خدمت های اصلاح است که جنایت های این دزدان و غارتگران را همیشه میگوییم. خوب بینندگان گرامی در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه و نوشتن معلومات های دیگر از منطقه رشت با ما کوتاهی نکنید. انشاءالله ما و شما با مراد و مقصود نیک و خیرمان خواهیم رسید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.